هزاران نفر از فعالان اقلیمی امروز در چند نقطه از جهان دست به نافرمانی زدند. هدف آنها جلب توجه دولت‌ها و افکار عمومی به بحران اقلیمی و گرم‌تر شدن زمین است. معترضان می‌خواهند عبور و مرور در مرکز شهرها را مختل کنند. آنها نام حرکت خود را شورش علیه انقراض گذاشتند. تمرکز اعتراض‌ها امروز در لندن است، جایی که پلیس دست کم 130 نفر از معترضان را بازداشت کرده. از استرالیا گرفته تا هند و هلند و آلمان اعتراض مسالمت‌آمیز دیگری هم برگزار شده که هدف آن تأکید بر وضعیت اضطراری کره زمین است. همکارم سیاوش اردلان از مرکز لندن با ما. سیاوش، از فضای اونجا بگو. فضا اینجا همونطور که می‌بینید جمال، من مقابل پارلمان بریتانیا هستم، در یک پلی که نقطه جنوبی لندن رو به مرکز سیاسی بریتانیا متصل می‌کنه و همین الان معترضان اقلیمی که این پل رو مسدود کرده بودن دارن از مقابل من عبور می‌کنن و آوازهایی رو می‌خونن درباره عشقشون به کره زمین و تلاششون برای نجات کره زمین از انقراض. از همین جهت هستش که اسم خودشون رو شورش علیه انقراض گذاشتن. گروهی یک سال از ظهورشون میگذره که خواستار این هستن که دولت‌ها وضعیت اضطراری اقلیمی اعلام بکنن، یعنی سیاست‌هایی رو به مورد اجرا بگذارن که باعث جلوگیری از گرم‌تر شدن زمین بشه و دارن این کار رو از طریق این اعتراضات نمایشی، حمل تابوت مثلا یا نشستن، تحسن و مختل کردن عبور و مرور رو به قول خودشون نافرمانی مدنی این خواسته رو پیش ببرن. جمال، صحنه های مشابه این رو ما مدتی قبل هم دیدیم در همین لندن در مرکز شهر. اعتراض هایی که الان داره صورت میگیره تفاوتی با قبل داره؟ ببین، اونی که دو سه هفته پیش دیدیم یک راهپیمایی میلیونی بود، نزدیک به 6 میلیون نفر در سراسر دنیا، مخصوصا جوانان و دانش آموزان در راهپیمایی شرکت کرده بودند. اون یک جنبش میشه اسمشو گذاشت. اینها یک سازمان هستند، ولی یک سازمان غیر متمرکز، ولی متشکل هستند از ده ها هزار نفر در لندن و نقاط دیگر دنیا که به صورت سازمان یافته عمل میکنند. تا الان پلیس، حالا گول این فضای خیلی آرام الان رو نخورید، تا این لحظه با شما صحبت میکنم از ساعت اولیه صبح نزدیک به 130 نفر از این معترضان بازداشت شدن به خاطر اینکه جلوی رفت آمد رو گرفته بودن، جلوی روند زندگی عادی رو گرفته بودن و لندن فقط یکی از این نقاط بودش. از آغاز صبح امروز در استرالیا، زلاند نو، در هند و بعدش هم در فرانسه و هلند هم تجمعات مشابهی برگزار شده، هرچند اونجا شدت عمل پلیس خیلی بیشتر هستش. اینجا پلیس سعی میکنه تا حد ممکن شدت عمل به خرج نده، برای اینکه تظاهرات بسیار مسالمت آمیز است و کانون محوریتش هم در همین لندن هست. ممنونم از سیاوش اردلان در مرکز لندن. حتما در برنامه های خبری بعدی با سیاوش باز هم صحبت خواهیم کرد.